دانشگاه علوم بدم. دقیقا یادم نیست میادم مثلا انجام کتاب دانشگاه علوم یا دانشگاه ادبیات، چون رابطه داشتیم با دانشگاه و دانشگاه مختلف. اونجا با چند تا بچه ها مثلا دانشجوها حتی سلام علیه پروفس کردیم اونا. بعد اونا یک مجله به من نشوندن به اسم بود گاهنامه. بعد نگاه کردم خودم توش مثلا مطالبش راجع به همین چیزای بدبختی مردم، مثلا چه روشن فکری اینا، احساس کردم که اینا یک مثلا همسیه که دنبالش هستم، که من خودم از همونجا جذب اونجا شدم. بعد دیگه جذب فعالیت های دانشجویی و بعد از همونجا دوستان و رفقایی رو خلاصه باشون آشنا شدم و با هم دیگه شروع کردم کار کردن، که خیلی هاشون بعدها مثلا یا افتادن زندان یا مثلا حتی بعضیشون هم اینجا هستن، با همین اینجا و خلاصه یک مسیر مشترکی رو با هم طی کردن. فرهاد پناهی نیز از حال و هوای جنبش دانشجویی در دهه 50 خاطرات جالبی دارد. توی کلاس نشسته بودیم، یه روزی معلممون تو کلاس زبان بودیم، منم ته کلاس نشسته بودم، با صدای بلند من گفت هی زاپاتا پاشو فلان چیز جواب بده. حالا زاپاتا که خب یه عنصر انقلابی بوده در اون زمان و خب خیلی هم توی خود مردم انگیزه های ایجاد میکرده اینها، خب ما خیلی خوشمون اومد از اینکه این مسئله به من گفت زاپاتا. بعد توی زمان آنتراک همه دانشجوها و به اصطلاح بچه‌ای که با هم بودیم به نوعی تو هم کلاسی بودیم هی کم کم میومدن سراغ من. یعنی در واقع ببینید یک سری انگیزه های توی آدم ها بوده، مثلا پس از هر کسی متناسب با خودش و فراخور خودش. بعد وقتی یه چیز رو مثلا میدیدن، یک بچه مشترکی رو میدیدن، همه میومدن جمع میشدن. تا اینکه درست روز دوم سوم این جریان بود، من توی توی آنتراک رفته نشسته بودم، یک کسی اومد همکلاسی بود به اسم حسن سنجری، که البته مجاهد شهید حسن سنجری، کنار من نشست، یه کتاب گذاشت رو نیمکت و من گفت اینو بگی بخون. حالا اون زمان خب ما هم در واقع زمان شاه شما حساب کنید، خب اینا خیلی به اصطلاح چیز بودیم، مثلا این کتاب اصلا پیدا نمیشد، به خاطر این کتاب کلی محکومیت میدادن. باز که هم دیدم کتاب مادر ماکسیم گورکیه، خب این خیلی مثلا چیز بود. یعنی کم کم در واقع اینها عوامل و یا انگیزه هایی میشد مثلا من با اون جمعی که دور برمون هستیم جمع بشیم.